فصل ششم. پس چه بگوییم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟ به هیچ وجه. ما که نسبت به گناه مرده ایم، چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ آیا نمی دانید که وقتی ما در اتحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم، در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم، تا همانطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. این را می دانیم که آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد، تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم. زیرا کسی که مرد از گناه آزاد شده است. اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم که همچنین با او خواهیم زیست. زیرا می دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد. یعنی مرگ دیگر بر او تسلط نخواهد یافت. مسیح مرد و با این مرگ یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرده است. ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می کند. همینطور شما نیز باید خود را نسبت به گناه مرده، اما نسبت به خدا در اتحاد با مسیح عیسی زنده بدانید. دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد و شما را مطیع هوس‌های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتند، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید، تا اعضای شما برای مقاصد نیکو به کار رود. زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد، چون شما تابع شریعت نیستید، بلکه زیر فیض خدا هستید. پس چه؟ آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تابع شریعت، اجازه داریم گناه کنیم؟ نه، به هیچ وجه. مگر نمی دانید که هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار کسی بگذارید و مطیع او باشید، شما در واقع برده آن کسی هستید که از او اطاعت می کنید. خواه بردگی از گناه باشد که نتیجه آن مرگ است، و خواه اطاعت از خدا که نتیجه آن نیچه مطلق می باشد. اما خدا را شکر که اگرچه یک زمانی بردگان گناه بودید، اکنون با تمام دل از اصول تعالیمی که به شما داده شده اطاعت می کنید و از بندگی گناه آزاد شده بردگان نیکی مطلق گشته اید. به خاطر ضعف طبیعی انسانی شما به طور ساده سخن می گویم. همانطور که زمانی تمام اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید، اکنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقدس به بردگی نیکی بسپارید. وقتی شما بردگان گناه بودید، الزامی نداشتید از نیکی مطلق اطاعت کنید. از انجام آن اعمالی که اکنون از آنها شرم دارید چه سودی بردید؟ زیرا عاقبت آن اعمال مرگ است. و اکنون از گناه آزاد گشته بردگان خدا هستید و در نتیجه آن زندگی شما در این دنیا پر از پاکی و عاقبتش حیات جاودان است. زیرا مزدی که گناه می دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد.